به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شاگرد عزیز خوش آمدین امید که همتان خوب و صحتمند باشین و درس تانه به صورت منظم و دقیق تعقیب کنین شما خوب هستین شاگردان به خیر آمدین خوب شکر که همتان خوب و صحتمند هستین آیا آماده هستین که درس امروزی خود آغاز کنیم؟ بسیار خوب شاگرد عزیز ما امروز مضمون دری صنف هشتم می ګرانه سکهونکو خپل <سؤال> پنننه نږدېarsi جلسه کې د اتم ټولګي د دې موضوعولو کې عنوانه در سم روزي ماست اديسان مختری نامدار جهان شاید تاسو د اديسان نوم اوریدلې د غبرقونه چې زمونږ په کورونه کې موجود دي ستکوونکو نو پویږي چې دغه برخه چاره مې ستکرده همدارنګه د دې موضوع په حقلو فنننۍ لوسه موږ معلومات ترلاسه کړو خو مخکې له دې چې لاړ شو خپل نوی لوست پیل کړو یو لنډه کتنه خپل په تیر لوست هم کوو دا چې ما خپل درسي جلسه کې څه عزیز اگر شما به یاد داشته باشین در درس گذشته ما منار جام شناختیم که منار جام یکی از نشانه های معماری دوری اسلامی بود درباره ساختار ای که در کدام سال این منار به وجود آمده یا ساخته شده با فرمانی که درباره تمام موضوعات مرتبط به منار معلومات حاصل کردیم همچنان در بخش قواعد دستوری هم زمیر شناختیم انواع زمیر شناختیم این تمام موضوعات بود که ما در درس گذشته خواندیم و یاد گرفتیم نوسته تسو پختنه نلاری؟ نوسته یعنی تسو موضوعات نو سه کوون کو تاسو په تیر لوست نه لرئ نه استاذې ډېر موضوعات په سمه توګه زده کړئ نو چې تاسو ته ممکن لا تھړل لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کی کاږي تر څو زمونک ټول درس ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخه من شئ شاگرد عزیز مثل همیشه ما در درس امروزی خود اهداف درس داریم که هدف درس امروزی ما درست خواندن متن است یعنی بتانیم متن درس امروزی خود به صورت درستش بخوانیم و همچنان در بخش توضیحات هم یک موضوع داریم و در بخش قواعد دستوری زمیر شخصی را میشناسیم که زمیر شخصی با کدام زمیر گفته میشه و به چند نوع است درباره تمامی از این موضوعات در, در درس امروزی ما معلومات حاصل میکنیم نو د تل په شان ست کوون د لوست متن تاسو ته لولم تاسو ته د قد سو د متن هر برخه ته چې زور رسې هغه برخه کې تاسو خپل کې تر سو له تاسو نشي یکی از شخصیت های برجسته و مشهور جهان که خدمت بزرگ را برای بشر انجام داد و برق را اختراع کرد توماس آلوا ادیسن است وی در میلان ایالات متحده امریکا به دنیا آمد ادیسن از کودکی متجسس و کنچکاو بود و همیشه سوال میکرد. تا که پس از سه ماه آموزش او را به عنوان یک بچه کودن از مدرسه اخراج کردند. و مادرش که خود آموزگار بود تعلیم و تربیه او را به عهده گرفت. ادیسن در ده سالگی در زیر زمینی خانه خود آزمایشگاه ساخت و برای تهیه وسایل آزمایش و فروش روزنامه و شیرینی مشغول شد او تا یک سال به این کار ادامه داد و در اوایل سال 1861 میلادی جنگ داخلی امریکا شروع شد و مردم مشتاق بودند اخبار جنگ را بشنوند ادیسن در این وقت از فرصت استفاده کرد و مشغول چاپ روزنامه مخصوص به خود شد او فقط با 12 دلار یک ماشین چاپ دستی خرید و مقدار کاغذ هم تهیه کرد و با همین وسایل ساده شروع به چاپ روزنامه نمود ادیسن چون انسان زحمتکش و پرتلاش بود در سال 1887 میلادی گرامافون را اختراع کرد و در سال 1889 میلادی کمره عکاسی تصاویر متحرک را با وجود آورد. وی اختراعات زیاد نموده است. در جهان 250 اختراع به نام او ثبت است. در سال 1889 -18 میلادی یک نمایشگاه بزرگ بین المللی که در پاریس برگزار شد یک قسمت آن اختصاص داشت به اختراعات و اکتشافات بزرگترین مختره جهان توماس آلوا ادیسن که تمام دست آوردهای او به نمایش گذاشته شده بود. اینکه چقدر ادیسن روی اختراعات خود زحمت می کشید از همین حقیقت آشکار می شود که برای اختراع لامپ برق چهار هزار بار به با آزمایش پرداخت و خدمت بزرگ برای بشریت انجام داد و توانست برای پیشرفت جامعه انسانی سهولت فراهم نماید او نابغه بود که با سی و تلاش زیاد و خستگی ناپذیر برای جهان خدمت ارزشمنده انجام داد از گفته های اوست نبوغ عبارت از ده درصد الهام و 90 درصد عرقیختر است هر انسانی که زحمت بکشد و از استعداد خود به طور مثبت استفاده نماید مانند ادیسن در جهان صاحب شهرت گردیده و در جامعه انسانی موثر واقع می گردد گرانز توهاس اولوا اديسان هر شخص یتو یا هم هر شخص و چې برق را مېست کړ یا یی برق اختراع کړ چې دا د امریکا په هیواط کې زیږیدل ده د کوچنیوال یا هم د وړک توپ د دورې څخه ځکهونکو د زيره کو او د کنچکاو ماشومانو لړډل سره غږنل کېده او تلبي ده هر څه په پختنه او سوال کول د خپل د استاد صحه په اړه اندازہ پوښتنه کوله یا هم په اړه اندازہ سوالونه کوله چې استاد یې نور له دې صحه په تاګ راغی او د دې د مکتب صحه اخراج کړ کله چې دا د مکتب صحه اخراج شونو مورید دې د ذکر ترغاړي واغسله او دې تې از ذکر وکړه سرویره پردیس د کوونکو اديسان چکرل لسکلن شو د کور په تحکاوی کې يا هم د کور په زیرزميني کې یو ازمایښت خونه يا یا هم یو ازمایشتګاه را مايست کړل چې د همدغه ازمایشتګاه د وسایلو د فراهم کول او د چمتو کول د پرست کوونکو اديسان با ورسپاڼه او همدارنګه شینی بابي خرڅول تللو د همغه پیسو په واسو کولي شي خپل همدغه د دا اړتیا وړ وسایل چمتو کړی بقال اتل ساو یوش پېتم چې کوله د دا امریکا داخلي جنگونو راه ایسته شول نو خلک زیاتره د دې کوخخ کیو چې وکول شي خبرونه تر لاسر کړي دا چې پوه شي کوم قسمت کې جنگ قسمت دی کوم قسمت کې څه شي پوه شي په دې وخت کې اديسان شي او ورځ تکونکو په دې وخت کې اديسان د دې فرصت پیدا کړ تر څو اخبارونه یا مجله چاپ کړي یعنی وی کولای شو چې اخبارونه چاپ کړي او ده په 2.4 دولار او باندې یو د چابل د 30 د لاسی چاپ ماشینی واغسته یو اندازه کاغذ هم برابر کړاو په نتیجه کې د روس باندې یا هم د روسنامه چاپولتي پیل وکړ ادیسن د زیار کاو انسانانو لړلې سره غړن کیږي چې د کوونکو چې په کال 1300 و او اتیاوم کې د ګرام مفهوم ګرام مفهوم وسیله اختراع لرل زت کوونکو بیا په کال 1300 نه اتیاوم کې د متحرک کسونو اکاسی کیمرای راมายستل تقریبا په جهان کې 215 اختراغا نه د توماس ال و ادیسن په نامه ثبتي چکله په کال اته لا سونه هاتیاوم کې یو نمایښګا یا نندارتون پیل شوشته کوونکو یا ترتیب ورکول شو نو په دغه کې یا همدغه نمایښګا یا وډیرلو یا برخایه ټوماس الوا اډیسون پورې اړه درلود لکه څنګه چې اډیسن یو وینادز د کوونکو ويل کېږي چې نبوغ یا عقل د 80% د الهمس خقیق سل کې او 90% یاه ناوی فصادله سش سخل خوالی تو یول سخه یعنی کلاچاتات یا ایده پیدا کیږي یا همستا هم د فکر او تفکر یا نبوغ چې په کمانډازي سرپورته دي په دغه کې لس درس دا استاخيال که س شېچته په تصور کې خیال ګوري لس درس دا پ کې برخه لري او 90% استاکو خو خخ زیات اوستا خو علي تو يوول س شې لري په دې برخه کې اثر يا تاثیر لري نو زه د کوونکو تاسو هم کوشش وکړی چې زیاتره د سی شپاسه وکړی د اراخري اختانیا هم د خولې تو يوول او پاسه ځکه چې کله چې تاسو خولې ته کړی یعنی تاسو زیات زحمت ویسته نو زه خپل د لاس بلې برخه شګردای عزیز ماشه بادي درس ما چیاس بخش بعدی درس ما بخش توضیحات است که در بخش توضیحات گرامافون اختراعات و اکتشافات با ما تشریح کرده گرامافون علی است نوار را که آواز در آن ضبط شده است به گردش آورده و آواز را به گوش میرساند گرامافون هر وسیله ده چه نوار بیا بل وسیله ده چه پدی که غک ثبت شوه چه هم ده نوار ده گرامافون پر مخ بانه چرخش یا پا به رشی نتیجه که در اختراعات جمع اختراع به معنای آفریدن چیز نو را ایجاد کردن اختراعات د اختراع جمع از دکمون کوونکو و پلغت که یو نوی شی رامنځته ته ویل اختراعات بلگی. نو اکتشافات بیا چیی دی جمع اکتشاف به با معنای باز کردن پرده برداشتن از چیزی که در گذشته وجود داشته ولی بشر آن را نشناخته باشد مانند کشف اټاش توسط انسانها کشف قانون سقوط اټوم بخاطر جاذبه اکتشافات بیا چیلځه کونکو اکتشافات په لغاتیه بازاولو یا خلاصوولو تویل کیږي او دی یو سش لبخ پر درلیکول یعنی ټول هغه شایان چې په طبیعت کې وجود وو موجود وو خو بشر نه د توانېدل ترسو هم دغه پیدا کړی یا بشر نه د ناپی جندل شیوي پاتې دي نو هم دغه برخې ته همدې ټول شانت اکتشافات ویل کیږي لکه د اور کشف چې انسانانو بسته سر تا رسیدن شاگرد عزیز بخش توضیحات یاد گرفتی؟ بسترده. بسیار خوب پس حالا میریم به طرف بخش بعدی درس خود بخش بعدی درس ما بخش قواعد دستوری است که در بخش قواعد دستوری درس امروزی ما زمیر شخصی را میخوانیم اگر شما به یاد داشته باشین در جلسه قبلی ما زمیر شناختیم و انواع زمیر که زمیر شخصی هم یکی از انواع زمیر است پس میریم به طرف بخش قواعد دستوری زمیر شخصی آن است که جانشین اسم انسان گردد از این که زمیر نمودار شخص چه مفرد و چه جمع باشد می باشد بنابر آن تعداد آن بر شش می رسد نصده که اون که شخصی زمیر حقش زمیر دلکی گی انسان دنوم پر زل سخه کارا کیگی نو درې اشخاصه موږ له روزده کوونکو چې یو مخاطب غایب او هم درنگ متکلم ده چه دوی جمع و مفرد حالتونه لري نو په همدې اساس شخصي زمیر شپږ من شخص اول مفرد چشه من یعنی متکلم شخص اول مفرد ما شخص اول جمع یعنی بیا هم د متکلم شو جمع حالت شو دا ما ده تو شخص مفرد مخاطب یا هم شخص دوم مفرد ورته هم ویلشو حقا سوک چی؟ خبر اوری شما شخص دوم جمع و یا هم شخص مخاطب جمع ورته هم ویلشو او شخص سوم مفرد یعنی غایب ده دلده. آنها شخص سوم جمع ده غایب جمع حالت آنها رازی زمین های شخص ما و شما را که اند نباید دوباره جمع بست دغه بارخه چې ځکه وونکو تاسو د دقیقات وکړي ما او شما جام حالتونه دي نو مونږ نو شو کولای چې دا دوباره جم ووایو چې ما دا غلط راځي یا شما ها دا غلط راځي نو ځکه وونکو ما او شما څه شي دي ما چې شخص اول جم متخایي او شما هم شخص دوم جم متخایي نو دغه دواره خپل جام حالتونه دي مونږ نشو کولای دوباره دا جم نه هم د قواعد د تستی برخه نزدیک که وایم کوتاه است که ما پخته نن نه یعنی داد در درس ریز ساده و چی تاسو پخته نن لری نه چی تاسو که ما پخته نن لری از من موضوعات هم دوبرا شگر عزیز ما در درس روزی خود درباره ادیسن مختاری نامدار جهان معلومات حاصل کردیم ای که چرا ادیسن مختاری نامدار جهان میگن کدام کارها را انجام داده بود بر علاوه از این موضوع در بخش توضیحات ما گرامافون شناختیم و ای که تفاوت میان اختراعات اکتشافات در چیست و بخش بعدی از یادتان نره که بخش بعدی درس ما هم بخش قواعد دستوری بود در بخش قواعد دستوری ما زمیر شخصی را شناختیم که زمیر شخصی شش دانه بود چند دانه؟ شش دانه یعنی تعداد آنها به شش دانه میرسه ای توام بود که ما در درس روزی خانده یاد گرفتیم خب حالا که شما مشکل ندارین و موضوعات درس امروزی را رو هم با صورت درستش یاد گرفتین میریم به طرف بخش کارخانگی خود شاگرده از شما در بخش کارخانگی مقاله یک صفحه درباره ارزش برق بنویسید درباره چی درباره ارزش برق از دکون کو تاسو یا یو مقاله د برق د ارزښت په حق لری شاید هم د ارزښتونه دومره ډیر وی چې د یو صفحه څخه زیات شي خو کولای شي چې دو صفحه ولیکي نو کورانی دندمو په سماتوګه سره ته ورسلې او بل له ورسې ټولګي تراتلي امتحان سره یې راوړي زمنګ نه نه نایلو سمځلته پای ترسیږي په دې هله چې د نن نیل وس موضوعات مو په سماتوګه ستکړي نو تر بلې داسې جلاسي پوری اللهم ما د بل ترس د پیلو وړاندې لنډه د مخلو